بسم الله الرحمن الرحیم ای هستی بخش به تو آغاز می کنم و می دانم اگر لحظه ای از من روی برگردانی هیچم نام و یاد خدای بخشنده و مهربان و سلام و احترام خدمت همه شما عزیزان همیشه همراه و همه شما خانواده عزیز و هموطنان گلم امیدوار هستم که در جمع سمیمی خانواده های پر از مهر و محبتتان جور و باشین و بیننده برنامه روشنا شبکه جانی هادی بخش فارسی دری مهمان خانه های شما هستیم و امیدوار هستیم که شما هم ما را تا آخرین لحظات همراهی کنین در همین شروع برنامه جا داره که رژیم صهیونیست شاهد هستیم که حملات بسیار جنایتکارانه و هولناکی را بر مردم فلسطین و مردم بیدفاع و زنان و کودکان مظلوم غزه داشتند و ابراز همدردی میکنیم و تسلیت میگم به همه شما عزیزان و این رژیم سهیونیست و جنایت حولناکی را که ایجاد کردن بر مردم فلسطین و مردم غزه مطمئنا قلب ها و دل های همه مسلمانان جهان را جریه دار کردن و لرزاندن و ما هم در غم همه شما شریک هستیم و ابراز همدردی داریم و میتونیم بگوییم که همه شما عزیزان پیروز هستین و صبر و مقاومتتان انشالله که بر پیروزی می چرا که حق بر باطل پیروز است و امروز هم با شما عزیزان هستیم با برنامه روشنا و موضوعی که در رابطه با رنج و زندگی با شما عزیزان گفتگو داشتیم و آغاز کردیم و امروز هم با شما هستیم و از خدای بزرگ سپاسگزار هستیم که برای ما یک قلب آرام داد که بتانیم از محبت های الهی استفاده کنیم و امید داشته باشیم به قادر متعال و با حرکت به سمت هدف ها و پیروزی ها باشیم انشالله و موفقیت ها را روز افزون داشته باشیم و پیشا پیش, پیش شاهد همه این هدفها و مفقیت زندگی خود ما باشیم انشالله در خدمت همه شما عزیزان هستیم با خواهر خوما خانم حسنزاده که در استودیو روشنا هستند با موضوع رنج و زندگی سلام خانم حسن و خوش آمدین بسم الله الرحمن الرحیم بنده سلام عرض و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم برنامه روشنا امیدوارم در هر کجا برنامه رو میبینن جور و سعدمند باشم و روز خوب خوشی رو از خداوند متعال برای همه عزیزان خواستار هستم بنده هم به نوبه خودم کشتار تمام کودکان و اطفال مردم سرزمین فلسطین رو ارز میکنم انشالله که خداوند متعال کمک و یارشان باشه و انشالله در تمام سرزمین های اسلامی به اخذ فلسطین و کشور خودمان صلح و امنیت برپا بشه الهی آمین ما شاهد عزیب باشیم که تمام جهانی که مسلمانان هستند و مردم مسلمان ما در همه جهان در یک آرامش باشند، در, در صلح باشند، در امنیت باشند، بله، در آرامش از هر آفات و بلیات هم محفوظ باشن انشالله که همین قسم باشه که شما هم بیان کردین با موضوع رنج و زندگی برای عزیزان بیننده گفتیم همراه هستیم و عزیزان بیننده ای را برشان بگوییم که ما در برنامه های مختلفی از رنج و زندگی صحبت های زیادی داشتیم در رابطه با خود رنج صحبت کردیم و معرفی کردیم و تعریف کردیم که زندگی بدون رنج نیست و ما همیشه در کنار خوبی ها و خوشی ها رنج هایی را هم داریم و علائم انواع او را بیان کردیم، علتهای او را بیان کردیم برای شما عزیزان و گفتیم که زندگی را معنا ببخشیم تایی که رنج خود را متوجه نشیم و بتانیم رنج ها را مدیریت کنیم امروز هم میخوایم در رابطه با پیامدهای منفی و پیامدهای مثبت رنج ها صحبت کنیم حتما بیننده باشین و انشالله که در زندگیتان رنج و سختی همیشگی نباشه و شاهد خوبی ها و خوشی ها هم باشین خب خانم حسن پیامدهای منفی رنج و پیامدهای مثبت رنج بیایم در رابطه با این موضوعات صحبت کنیم که خب پیامدهای های منفی رنج چه چی چیزهایی میتونه باشن بله همونطور که شما فرمودید موضوع برنامه ما رنج و زندگی هست در جلسات قبلی که در خدمت بینندگان عزیز بودیم در این مورد که تعریفی از رنج داشتیم گفتیم هر آنچه که انسان به او علاقه داره و از او جدا میشه باعث میشه که برای از او باشه باید. خب این رنج نام میبریم و عواملی همون تو که شما بیان کرده انواع فلسفه رنج رو بیان کردیم و در مورد اینکه انسان درک صحیح از رنج داشته باشه با وسیله از او درک صحیح به زندگی خودش معنا بده یک صحبت های دیشتیم و دیدگاه رو در آموزهای اسلام رو در مورد رنج مورد بررسی قرار داد. بله. بله همون رو که شما فرمودید ما می‌خوایم در این جلسه پیامت های رنج که باعث میشه که در زندگی های همه ما درست. رنج وجود داره هیچ بله. هر بله. کسی میگه من در زندگیم رنج نداشتم و ام. ندارم بدانین که یار حرفی میزنه که زیاد منطقی نیست و هیچ بله. کسی هم چنان ادعای در زندگی خود بله. نداره بله. چون اگه یک جای زندگی انسان رنج نداشته باشه مرحله بعدی رنج در زندگی از او وجود داشته و برعکس او هم هست خانم حسن اگر یک کسی رو بگویی که بگویی که من میشه در زندگی فقط رنج دارم این که منطقی نیست حتما بله نکته... وقتی که خوب دقت کنه خوشی های موفقیت های خوشبختی هایم در زندگی داشت بله بسیار نکته در به جای رو فرمودیم بله, بله همه تو که از این طرف نگاه میکنه میتونیم از اون طرف هم این قضیه رو نگاه کنیم پس رنج چون انسان با اساس مم. انسان زندگی انسان همراه رنج هست بله بله. و اینکه رنج آغاز میشه و تا پایان زندگی هم همراه از او هست مم. خب وجود به یک کلام بگیم وجود این رنج ها رو ما از زندگی های خودمان نمیتونیم انکار کنه. خب پس همه بلاهای طبیعی که وجود داره زلزله و بسیاری از بلاهای طبیعی دیگه بحب. بیماری های سعب و العراج مم. حتی میتونیم بگیم رنج تنهایی که ممکن است فرد در قربت زندگی کنه بلدنه. دوری از وطن او رو دوری از خانواده او رو رنج میده یا مثلا رنج پیری هر انسانی به سن بالا برسه دچار مشکلات اینو انواع رنج بود که ما صحبت کردیم بلی. قبلا اینو انواع رنج بود ما بیان کردیم یعنی همه اینها میتونیم از رنج در اونها نام ولی پیامد این موارد الان چه پیامد برای پیامت ما. هایی که در متانه داشته باشه ما از بحث منفی بودن او رو بیان میکنه چون از هر کس بپرسیم رنج چی نسبت به چه احساسی داری بله. پاسخش این میشه که یک من... آه میکشه و میگه که اش پرسان نکو که ما چی میکشیم در زندگی احسن. درست؟ بسیار بله. سوال خوبی رو جواب خوبی دادی میگه که رنج درست کل ز... حتی بعض وقتها ادعای داره کل زندگی ما رنجه شب در... ش... تا صبح رنج آه. روز تا شب در زندگی های من رنجه ولی بله این رو من میخوام پیامت های منفی او, رو... او رو که در زندگی نمیتونیم کار کنیم این که جدا شدن از علاقه میل درونی این رنجه خب یک چیز واقعا سختی هست که انسان از اون چیزی که دوست داره جدا بشه امه. یا همین مصیبت ها و سختی ها حتی زندگی رو بحرانی میکنه از پیامت های منفی یک رنج بله. هست که میتون بیان فشار فشارهای روحی و روانی که انسان متوجه از او هست بله. وقتی مشکلات به سراغ انسان میاد دلست. ناخداغا و فشارهای روانی افسردگی حتی به مرحله استرس به سراغ از انسان امه. میاد و حتی بعض وقتا باعث میشه که انسان حتی برنامه ریزی درستی امه. داشته باشه خب اینها از پیامدهای رنج, رنج هست. هستن دست. که در ولی من یک نکته رو میخوام بگم همه مسائلی که انسان بیان که حتی وقت استرس و استراب اینا بیشتر بشه به مرحله بالاتری از پیامت های احساس پوچی میکنه همونطور که مثلا شما یا بینندگان عزیز بعض وقتا افرادی رو میبینن چنان رنج از یا مثلا حتی یه رنج های مختلف مثلا یک بیماری بله. در سر از اونا فشار آورده که میگن دیگه دنیا ارزش زیستن برای من نداره خب این بی کردن عرض بی ارزش کردن از پیامت های منفی رنج می باشه خب اینا میتونن گذرا باشن یا ای که نه مثلا همیشگی باشه گاهی وقتا بعضی انسان در سختی که هست خب می دیگه خانم خب مثلا میگه که دیگه دنیا چی بلا دنیا مثلا غیر غم از غیر رنج از غیر چی خب شاید موقتی باشه باز اصلا. او رنج که بگذره یا که باز سختی های از او کاش پیدا می در بحث آه. پیامت های انشالله این رو بیان, بیان, می کنی بیان, بیان می کنیم که این. یکی از پیامت های مصبت ای هست که رنج ماندگار نیست در ماندگار نیست ام. بلکه یک مرحله ای داره که انسان اگه مقاومت کنه به سلامتی اون مرحله رو پشت سر بگذاره دیگه از او کاسته میشه از اون رنج و حتی باعث میشه که مرحله بعد دوچار این رنج یا درد و گرفتاری بشه برای از او آسانتر باشه مثلا ممکنه سالهای دیگه زندگی دچار همون نو مشکل بلی. بشه چون ای رو به سلامتی پشت سر گذاشته و تانسته اون رو برنامه ریزی و مقاومت صحیح داشته برای بعد از او راحت تر درست هست درست. بلی. بلی. م... م... رنج ما میگیم پس میتانه یک مشکل باشه همین مشکل بودن از پیامدهای پیامت های منفی خودش از پیامت هست. منفی بلی. داره خب حالا مثلا زده ما میان برنامه داریم که میخوایم تقدیم عزیزان کنیم و شما که تا همراه ما بودن میان برنامه آماده نش هست که ابراز همدردی هست نسبت به مردم غزه و مردم مظلوم فلسطین تقدیم شما عزیزان میشه و بعد از او هم همچنان با برنامه روشنا همراه باشین بسم الله الرحمن الرحیم نوار غزه این روزها در معرض بمباران مداوم و حملات شدید و کم سابقه قرار دارد که تا این لحظه منجر به شهادت و زخمی شدن بیش از شش هزار غیر نظامی بیگناه شده و آوارگی شمار زیادی از مردم و تخریب گسترده مناطق مسکونی را در پی داشته است این بمباران مناطق مختلف را چنان هدف گرفته که دیگر جای امنی برای پناه مردم باقی نمانده است در همین حال ارتش اشغالگر محاصره نفسگیر که حتی آب و غذا و دارو و دیگر مایحتاج اولیه زندگی را هم شامل شده بر نوار غزه اعمال کرده و مشکلات بسیاری برای مردم بینوا به بار آورده است و گویی با این اقدامات به دنبال انتقام از آنان و جبران خسارت های سنگین و شکست بزرگی است که در رویارویی های اخیر متحمل شده است این اقدامات در برابر چشم و گوش تمام جهانیان و بدون هیچ بازدارنده و مانعی در حالی صورت میگیرد که حتی کسانی از این اقدامات جنایت کارانه پشتیبانی کرده و به بهانه دفاع از خیش به توجیه آن می پردازند همه جهان باید در مقابل این جنایت فجیع بایستند و نیروی اشغالگر را از اجرای طرحهایش برای آزار و اذیت بیشتر مردم مظلوم فلسطین باز دارند پایان دادن به تراژدی هفتاد ساله این مردم عزیز فقط با رسیدن آنان به حقوق مشروع خیش تحقق یابد و برچیدن اشغالگری از اراضی غصب شده تنها راه برقراری امنیت و صلح در این منطقه است در غیر این صورت مقاومت در برابر متجاوزان ادامه خواهد داشت و چرخه خشونت همچنان جانهای بیگناه بیشتری را به کام مرگ خواهد پشاند ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم تشکر از همراهی گرم همه شما هموطنان عزیزم و هر کدام از شما عزیزی که بیننده برنامه روشنا هستین سپاسگزار هستیم میتونین با ما در ارتباط باشین اگر که سوالی پیشنهادی انتقادی و هر صحبتی که دارین ما خوش میشیم که با ما در ارتباط باشین و منتظر هستیم که برنامه ما به صورت لایو و زنده هست و شما عزیزان میتونید که با ما در ارتباط باشین در ادامه صحبت هستیم با موضوع رنج و زندگی با خواهر خوب خانم حسنزاده عزیز که در استودیو تشریف دارن و صحبت ها را آغاز کردیم خب خانم حسنزاده پیامت های منفی رنج را شما بیان کردین و خب برحال گفتین که انسان از علاقمندی های خودش جدا میشه احساس آرامش نداره یک احساسی داره که فکر میکنه که این زندگی همیشه برای زو سخت هست همیشه احساس افسردگی داره و این افسردگی ها و احساس مصیبت در زندگی از او میتونه جد پیامت های منفی رنج باشه خب باز هم هست پیامدهای های منفی و سریع بره پیامدهای پیامت های مثبت دیگه برای تکمیل بحث پیامت های منفی یک نکتر رو ذکر کنم باز پیامت های مثبت رو در تکمیلی بس همون تو که شما نقاطی رو فرمودیم من اونا رو تکرار نمی کنم. در ادامهش اینکه انسان احساس پوچی میکنه حتی مرحله بالاتر از احساس پیامدهای های منفی که میتونه بسیار هم برای انسان دردآور باشه اینه که بعضی وقتا افرادی هستن که به باعث میشه که با گاهی اوقات ایمان از اونا با چالش مواجه بشه این دیگه در آخرین مرحله از او قرار داره ام. که وقتی که این فشار روانی به اونا مثلا وارد, میشه. می احساس به دست میده آه. ما در همین مبحث یک نکته رو بگیم کلا پیامت های منفی که برای انسان به وجود میاد از یک چیز سرچشمه میگیره ای که رنج رو انسان ما نمیتونیم کم کنیم کسی که درد داره گرفتاری داره مصیبت داره ما او رو که نمیتونیم از بین ببریم مم. تنها چیزی که مت... او درد اون ثابت است بیماری که داره ثابته تنها چیزی که میتانه برای از او کمک کنه پیامت های منفی از او کم کنه مقدار تحمل از او رو باید انسان بالا ببره آستانه صبر و تحملش بالا ببرنیم. آستانه صبر پس وق... او قسمت قسمت دستکاریه ولی اصل او درد و رنج دیگه قابل دستکاری نیست ام. و این ب... احساسایی که پس پیامدهای منفی سرچشمه میگیره ای رو میخوام بگم به خود فرد برمیگرده ای رو انسان خود از او تشخیص میده مثلا توجه کردن هرچی تو... به این نکته انسان دقت کنه ای است که آگاهی از او علم از او نسبت به یک موضوع بالاتر بره باعث میشه که صبر از او تحمل از او در برابر این مشکلات بیشتر بشه و پیامت های منفی کمتر به سراغ از او بیاد این پ... علم از او بالاتر بشه یعنی چطوری شده مثلا مثلا فکر کنین یک رنج وجود داره یک مشکلات انسان در زندگی داره مثلا بگیریم نسبت به اونها مطالعه کنیم تحقیق کنیم که بتونیم مثلا نسبت به اونها که آگاهی پیدا کنیم هم نسبت به این میتونیم بگیم این ممکنه سوال بینندگان عزیز هم باشه واقعا نکته حساسی است علم آگاهی بالا بره یعنی اون مشکلات رو حتی میتونه حتی آگاهی مثلا مطالعه کنه در زمینه او بیماری خودش آگاهی های بی دست بیاره از یک طریق دیگه هم در این ب... مورد بس شده ای که بتونه از تجربیات دیگه در مورد این مشکل خود خود استفاده کنه مشورت کردن, مشورت و, کردن و از تجربیات بقیه استفاده کنه کسانی که یک مشکلی برای از به وجود آمده از اونها کمک بگیره خب این میتونه بره از او آرامش بخش باشه و بتونه بهتر آستانه تعامل خود, خود, خود بالاتر آه. ببره ما این بحث آموزش دادن رو از این رو نمیخوایم بگیم یک انسان کلان میتونه بر از این مشکل پیش آمد بره به سراغ آموزش نه این رو از همون بچگی من این رو پیشنهاد میکنم و در بحث تربیتی هم خیلی تأکید شده که یک کودکی وقتی در همون سن کودکی هست پدر و مادر از اون معمولا هر آنچه که برای رفاه از او هست حتی خود به زحمت می که خواسته فرزند خود خور برآورده کنن درست. ما این رو و این فرزند در کل از در خانواده اصلا حرف نه نشنیده هر آنچه که خواسته اگر اسباب بازی بده اگه وسایل نوشتاری بده هر چی بوده دایزی فراهم شده وقتی به مکتب میره خب مطمئنا دیگه داخل مکتب توقع, داره توقع رو داره, در صورتی که جامعه غیر از خانواده هست خب این توان شدیدن نه رو نداره پدر و مادر از این هر کاری کردن این بچه رو موفق بار بیارن مم. ولی برعکس جواب میده وقتی به مکتب بره به این پسر آسود در پرور راه یا دختری فرقی نداره کسی هست که سطحی نگر است همه آنچه رو فکر میکنه که باید در اختیار از او باشه پس رنج یعنی قدر، همون رنج و درد میگیم این که هر که باب از او میل از او بوده فراهم شده یعنی وقتی نه به فرزند گفته میشه یک ناراحتی میشه همین ناراحتی برای از این بچه سازنده است مثلا شما فرض کنین که شاید بره به بینندگان یه اتفاق افتاده باشه از کنار یک دکانی رد میشن فرزند از اونها یک اسباب وسیله بازی طلب میکنه خب پدر و مادر اگر سری برای از او فراهم کنن ای واقعا از لحاظ تربیتی بار منفی داره خب برای از او میگن که الان موقعیتش نیست یا وجو... مثلا من نمیتونم رو برای تهیه کنم یا از لحاظ مالی مشکل نکاتی رو بیان میکنه ای... یا اینکه که تو لازم نداری خب ممکن است کودک ناراحت بشه گریه... گریان تا خانه بیایه ولی همه باعث میشه که روحیه مقاومت از رشد پیدا کنه بله. و یک فردی بشه که قدرت نگفتن رو در آینده هم که شنید براش سخت نباشه من این نکته رو, رو جهت او که بالا بردن آگاهی پس رو که از کودکی فرزند خود ما رو از کودکی. بار یک نکته دیگه خانم اصلا زده که گفتن که مشاوره بگیرن یا که تحقیق کنن که علم آگاهی خودشون رو بالا ببرن حالا فکر کنین مثلا یک نفر یک مریضی داره یا یک بیماری داره خب میره مثلا از یک کسی پرسان میکنه که او آگاهی نداره میره یک چیز میگه که او نگرانیش چند برابر میکنه یا یکی که میره مثلا در گوگل سرچ میزنه نسبت به اون مریضی خود یک چیز به او میرسه که ایره نگرانیش زیادتر میکنه بله بسیار خوب... وقت خود ما هم متوجه این شدی بله از افرادی که تخصص داره من این نکته رو در ذهن گفته باشم بله. 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 که یا برای مثلا مسائلی باشه که فرد با او مواجه بوده امه. حتی افراد هم همینطور که میگه ممکنه مثلا فردی که تجربه داشته یک بیماری داشته برای فرد دیگه یک مثلا پریزاتی بیان میکنه ممکنه برای از این مفید نباشه بس. یا یه چیزای سفارش میکنه بخوردم مفید نباشه ولی با او آگاهی که از بدن خود داره آگاهی از بیماری خود خود داره و با مشورت با افراد متخصص که آگاهی در این زمینه از هر زمین جنبه داشته باشه. خب بریم پیامدهای های مثبت خانم های مثبت اولین چیزی که من مقدمه شو گفتم با او فردی که مثلا کودک رو آموزش مقاوم سازی انسان هست اگه فرد میخواد مقاوم باشه به با هر مثلا ش... باعث بشه که به هر چیزی ناراحت نشه کوچکتری مشکل او رو ناراحت نکنه یا حتی افسرده نکنه در مرحله بالاتر این است که بلا ای رو بداند بلا و گرفتاری از او که به سراغ از او میاد باعث میشه که استعداد از او شکوفا بشه نقاط ضعف خود خور بشناسه بله. و با در سعی کنه که اون نقاط ضعف رو از خود خود دور کنه این نکات مثبت یک رنج و یک سختی هست که مقاوم ما داشته باشه. اصلا مقاوم سازی انسان هست اوه. حالا از همه حالا این فقط دوران کودکی یا نه در, سالی هم در... همه همه دوران در, در شامل میشه که هر فردی در هر جایی دو چهار مشکل شد اگه مشکل خورد بس... 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 در پی از او برامد که مشکل خورد برطرف کنه باعث میشه که مقاومت از او بیشتر بشه بقید. اولی که ضعف خور بشناسه یا حتی بعض وقتا هست که انسانهایی هستن که نمیخوان اشتباه کرده نمیخواد اشتباه خود خور بپذیره ولی اگه فردی باشه که اشتباه خود خور بپذیره باعث میشه بهتر به موفقیت بپر. به چونه... کسی میپذیره اشتباه خودشه که متوجه اشتباه خودش خود متوجه اشتباه خودش درست. درست. گاهی وقتا متوجه اشتباه خود نمیشن که بیشتر در جوانایی هست که تجربه از این ندارن و فکر میکنن که حالا یک غرور جوانی که میگن وقتی از که فکر میکنن که مثلا کارشان درست هست و کمتر مثلا اشتباهات خودشان را قبول میکنن خالد چه در جوانی چه غیر جوانی تفکر به خودشناسی و, و پیامدهای کارهای خود ما دوست. ما اصلا کلن سفارش شدیم یک فرد میخواد موفق باشه یک تفکری باید از کارهای خودش داشته باشه و امام علی علیه السلام هم در این زمینه میفرمایند یعنی در پیش مختلف زندگی فراز و نشیب هایی که در حیات انسان به وجود میاد اینها گوهرهایی هستند که وجود مردان که بزرگ رو که نهفته هست و اون چیزایی که در فرد بز... نهفته هست باعث میشه که اونها رو نمایان بسازن ام. یعنی انسان در سایه مشکلات هست که میدانه چه رشد هایی میتانه بکنه بله. اگه اونها نباشه اون مشکلات نباشه فرد به رشد اصلی نمیرسه و موفقیت و پیشرفت خود رو خود بله. نبی ببینه بی بی همون گپ هست دیگه همون مثال که ضرب مسئله که همیشه گفتیم در بنامه در رنج گنج مایست هست نمیشه حالا این رنج ها فقط یعنی گنج ها فقط نمیگه مثلا حالت مادی داره یعنی فقط تو نیست که مثلا مثلا ما به طلا رسیدیم یا به یک گنج رسیدیم حالا گنج های ما میتونه همین نکات مثبت از نکات مثبت پیامت های رنج میتونه باشه احسن. برای ما از پیامت های مثبت ما داشت بحث مقاوم سازی انسان رو بحث هم در بود جسمی باعث میشه که فرد مقاوم بشه از همه مهمتر در بود روحی از او هم باعث میشه مقاوم بشه باعث میشه که صبری که در برابر مشکل کنه روح از او پرورش پیدا کنه حتی به او سیر تکاملی که مد نظر است برای انسان هست برسه و ای از نکات مثبت هست پس یک نکته دیگه هم که باید توجه داشته باشه وقتی میخواد فرد روش کنه مشکلات رو پشت سر بگذاره این رو مد نظر داشته باشه من مشکلی که دارم یک مدت زمانی دارم اون نکته که در ابتدای برنامه ما گفتیم ده. که این قابل جمع شدن هست و قابل برطرف شدن پس چیزی که قابل برطرف شدن هست انسان میتونه راحل ها و برنامه ریزی های صحیحی صحیح برای از او انجام بشه. بشه امیدوار باشه به این موضوع که این مشکل رنج ما همیشگی نیست موقتی است میتونیم ما اینها را رفع کنیم میتونیم که برکنار کنیم و جایگزین از او بسیاری از خوشی ها بسیاری از موفقیت ها را داشته باشیم و فکر میکنم که هموطنان عزیز ما نسبت به این موضوع همیشه واقف هستند که رنج ها همیشگی نیست و باید نسبت به رنج ها یک دید دیگه ای داشته باشیم امید خود ما را به زندگی بیشتر کنیم وقتی که امید داشته باشیم به زندگی مطمئن باشیم که رنج ها بسیار کم میشه در زندگی بعد از یک وقفه و میان برنامه همچنان با برنامه روشنا همراه باشیم

تشکر از همراهی همه شما پیامت های مثبت رنج در زندگی را بررسی میکنیم و خانم حسنزاده بسیار از نکات را بیان کردن و وقتی که خوب به زندگی خود ما فکر میکنیم و متمرکز میشه میبینیم که بله رنج در زندگی ما میتونه پیامت های مثبت باشه هر وقت وقتی یادی از حرفی یا از رنج به میان میایه ما همیشه دید منفی داریم نسبت به رنج در زندگی ولی خوب است که وقتی که پیامت های مثبت او را بررسی کنیم متوجه میشیم که رنج میتونه در زندگی ما مفید باشه و پیامت های مثبتی ها هم داشته باشه حالا میپردازیم به ادامه صحبت و پیامت های مثبتی که در زندگی ما داره خب خانم مثلا بسیار علاقه من هستیم که بشنویم که پیامدهای مثبت رنج در زندگی ما چه چی چیزهای دیگه میتونه باشه بله ما نکته اول رو ذکر کردیم که مقاومت سازی انسان میتونه هم در بعد روحی بله. هم در بعد جسم انسان مقاوم میشه احسن. چه علاز جسمی چه علاز روحی یکی که بسیار کپ مهم است اینکه انسان مقاوم باشه که انسان صبر داشته باشه مقاومت داشته باشه و با... حتی باعث میشه که انسان ارزش رنج کشیدن را داشته باشه تا بله. به این مرحله برسه حالا ببینید مثلا مردم هرات مثلا و بسیار جایی که روستاها و جایی که در هرات زیر آوارها هستند فکر کنن آل شاید مثلا سلام خود بگوین که خب ما ای زیر آوار چی پیامد مثبت میتونیم داشته باشیم یعنی ببینین ما میتونیم ایره برشان بیان کنیم بگوییم که شما به یک سری از مقاومت ها به یک سری از بردباری ها و تعمل ها دست پیدا کردین که ماها نمی نتانیم ما شاید نتانیم ولی اونها به او دسترسی پیدا کردن مقاومت بدنشان بالاتر رفتن چرا که شاهد رنج ها و سیخ تختی ها بودن درست است یک بله. میتونه که بله. به قسم ما برشان بیان کنیم یک مثال عینی میخوایم بیان کنم برای عزیزان ما بله بسیار نکته خوبی رو اشاره کردیم با توجه به شرایط کنونی بله. نکته دیگه که میتونیم بهشون بیان کنیم و از دومین مرد از پیامت های مثبت رنج این است انسان رو از قفلت بیدار می میکنه بله. وقتی که انسان سراسر زندگیش اصلا مشکلی نداشته باشه مهم. هیچ وقت ل... حتی از اون شادی ها هم لذت میبره وقتی دو چار مشکل شد باعث میشه از خواب قفلت بیدار شه و قدر او داشته های خود را بدانه یعنی روزگار جزی بدتر از او هم هست حتی برای مثلا همین شرایط که الان در هراس به وجود آمده میتونه بدتر از هم باشه من این رو در یک مثالی بیان کنم با توجه به نکته که شما فرمودید مثال در رسید پادشاهی با غلامش سوار کشتی شده و کشتی در حال حرکت بود و در روی از آب موج ها باعث میشد کشتی رو تکان بده و آبی هم به داخل از این کشتی پرتاب بشه غلام سر صدا میکرد احساس ترس میکرد و و بسیار جیغ و داد ازی بقیه مسافران کشتی رو ناراحت کرده بود ام. در این این حال یک حکیمی آمد و گفت اجازه هست به او پادشاه گفت که من غلامش رو آرام کنم گفت در هر شرایطی فقط امیر رو آرام کن بعدش ای رو گرفت در یک تنابی بس و داخل دریا انداخت وقتی که ای در دریا رفت و دست پا زد فهمید که غیر از این کشتی که آسوده در اون نشسته حالا قطره آی میچه که و تلاتون داره جایی بدتر از او هم وجود داره, دار. وقتی که از کش... ای رو از آب کشیدن بیرون و داخل کشتی آورده بسیار ساکت شدن مم. خب وقتی پادشاه سوال کرد از حکیم علت ای کار چی بود که غلامه ایقدر سرزده و شیونداش الان ساکت که چون گفتن علت اینه که دو پایین جایی بدتر از او رو دیده پس حالا قدر ای جای رو میدانه پس انسان اگر مشکلاتی داره بدانه بدتر از او هم وجود داره. داره و جوری نباشه که گرفتاری ها رو انسان فقط بیارزش بودن خود, خود و زندگی خود بیانجامه بلکه بدانه که اینها باعث میشه که انسان به لذت هایی که بعدی از زندگی برسه لذت های بیشتری از زندگی ببره و با قلبه به همه سختی ها هست مورد دیگه که میتونه بگیم سومین مورد هست که بیان میکنیم ادامه حیات انسان بر اساس همین رنج ها هست فطرت انسان بر رنج یعنی ادامه زندگی انسان بر اساس همین رنج, رنج هست. چون فطرت انسان بر اساس رنج حالا ممکن... نامید نشن عزیزان و بیننده ما که بگن که دیگه ما کل زندگی ما ادامه زندگی ما کلش با رنج نه این نمیخوام بگم یعنی خود انسان خواهان رنج در زندگی از خود یعنی من نوعی که میخوام این رو بگم که نوعی میخوام ادامه حیات بودم بر اساس از این رنجه چون فطرت انسان برایم درجه من رو در یک مثال دوباره بیان کنم بله. که فردی هست که در خانه او رو گذاشتن میگن تو همینجا استراحت کن ما غذا بهت میارم انواع نوشیدنی ها رو میارم و تو تکان نخور از روی میده مطمئنا بعد از سه چهار روزی فرد میگه من این ها رو قبول ندارم من میخوام بلند شم، خودم یک کاری رو انجام بله. بدم یک فعالیتی داشته باشم اینجوری که بیهوده و پوش میشه فعالیم. برای من پذیر خود انسان قبول نمیکنه بعضی وقتا هست ما در دنبال او رنج ها هستیم مم. دنبال او رنج ها میره خود ما علاقه من هستیم که شاید بعضی از رنج ها باشه در, در زندگی باشیم زندگی باشه مثلا کسی رو که شاید برای بینندگان عزیزم پیش اومدش چند روز میرم مهمانی یک دو روز اول بسیار خوش بگذره همه چیز آمده یک هفته اول هم بزاره. بعد از یک هفته آخر خود مهمان بلند میشه دسایب خانه میگه من همراه تو میخوام کمک کنم مم. چون خسته شده از که بسیار همه چیز براش مهیا بوده و این حتی به افراد بیماری که مدام خوابیده هستن وقتی میخوان بلندشن دیگه قدرت ندارن ام. پس هرچی انسان فعالیت و چابوکی از او بیشتر باشه انسان موفق تری است باید. چون فطرت انسان بر همین اساس آفریده شده است بعد مورد دیگه که ما میخوایم بگیم که به وسیله این مورد هست از پیامت های مثبت هست که واقعا رنج چه برای مردم افغانستان ما و چه جاهای دیگه که دچار رنج هستن آسان میکنه این است که درجه و میار پا، باعث پا، پاداشت انسان رو بالا میبره باید. چند مورد هست که اعمالی هست که مستحق جزا و پاداش هستن مم. یکی وقتی خداوند درد و رنجی رو به افراد فرو میفرسته. بدانید در پی از او به ای عوض و پاداشت میده. ما داریم در روایات اسلامی که میگن زمانی که به عیادت بیماری میری از بیمار بخوا که برای تو دعا کنه. بحره. چون دعای او بیمار در حق تو مستجابه. ای به خاطر چیه؟ به خاطر ارتباط نزدیکی که بحره. بین این ای بیمار و او در و رنج با خداوند متعال پیدا بحره. شده. پس این رو میخونه ای خداوند بلای رنج میده بدن تو رو به خودش نزدیکتر نزدیک ساخته تن. یا این که تبا ساختن منفعت کسی به خاطر مسلحت غیر مثلا مم. الان به خاطر ای که از یکی از مسئلهات ها این است که همین زلزله اخیر در بله. کشور خودمان رو مثال میزنیم که به خاطر منفعتی که مثلا در بقیه جا که باشه حالا یک زمینازه بر اساس حکمت خداوند متعال اتفاق مم. افتاده مم. پس یا مثلا سیلی در یک نقطه بله. اتفاق میفته اگه یک جای اتفاق میشه پدران حکمت خداوند که نقاط دیگر پایدار بشه و خداوند چه اجر مادی برای شما نگه که همش بعنوی برایشون در نظر میگه بدانین که اجر مادی هم به صورت که خودشان محسوس نباشه خداوند برای از اونها فراهم می سازه به خاطر وارد ساختن او قم و درت هایی که به اونها فرستاده شده و حتی خداوند متعال در این زمینه می پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می با فضیلت ترین اعمال مشکل ترین آنهاست ما همیشه در زندگی نفس انسان اینطور است که دنبال رنج نمی ده. بیشتر دنبال راحت طلبی میره میگن مشک... وقتی انسان اون مشکل ترین چیز رو انتخاب میکنه بدانه که اجر و پاداشت بسیاری هم برای از قرار مثلا می یک جوان می تحصیل میکنه سالها رنج تحصیل به خود میگیره قبول میکنه ولی خب میفهمه که این نتیجه خوبی داره از آخر مثلا به یک مرحله میرسه به یک پیشرفت میرسه به یک مرحله از علمی میرسه و این میتونه که بسیار عالی باشه حتی در آینده وظیفه خوبی داشته باشه با برای خودش برای خانواده میتونه موفق داشته باشه دقیقا خب پس خودش میتونه که یک نوع پیامد مثبت باشه برای به. ما حالا رنج کشیده سختی ها را کشیده درس خوانده روزها و شب های خودش ها گذرانده در سختی ها و درس ها و رنج هایی که حالا شاید مثلا امکان داره که در غربت و آوارگی باشه شاید مثلا در دور از خانواده باشه بالاخره هر نوع رنج سختی رو در نهایت می‌بینیم که به نکات خوب رسیدن به موفقیت‌هایی موفقیت که برایش رسیده رسیدن. پس او س... بسیر رنج رو میتانه برای از در داور ممل آور, آور برای از نباشه بلکه با آسودگی و لذت تبدیل کرده باشه و حتی باعث میشه که آسودگی در بقیه عمر خودش داشته باشه نسبت به با او درس خواندنی که داشته و با بالاتری از او که میتانه پیامت های مثبت از این درد و رنج رو بیان کنه مبارزه با هوای نفس است که بزرگترین وظیفه انسانی است که انسان و با هوای نفسش مبارزه ام. کنه مثلا کسی هسته که میگه ب... مثلا جنگ در اتفاق افتاده بگه من چرا بروم به جهاد با جان خودم مثلا خواسته باشم خدمت کنم یا حتی پایین تر از او میتونیم شاید برای ما هم اتفاق افتاده باشه یک کسی آمده باشه درخواست پولی از ما کرده باشه میگم این ما پول ما در آوردم چرا انفاخ کنم خواهی ام. مبارزه با نفس و در بالاترین درجه خودش هست ام. که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم در این زمینه میفهمه شجاعترین مردم کسی است که بر هوای نفس خودش غلبه کنه بله بسیار عالی تشکر میکنیم و ای که موضوع بسیار اهمیت و مهمی که وجود دارد در برنامه ما و انشالله که میخوایم در برنامه دیگه و صحبت داشته باشیم با بینان عزیز در وقت بازی که خب چی باید بکنیم که مدیریت کنیم ما و چی کنیم که بتانیم رنج های زندگی خود ما را به موفقیت ها تبدیل کنیم بله. از... شیوه های قلبه بر رنج به چه سبکی بتانیم بر اون رنج هایی که بر سراغ انسان میاد قلبه, فلبه. فلبه کنیم پس ما تا به حال در رابطه با علائم و علت ها و همه موضوعات رنج صحبت کردیم و حالا میخوایم که شیوه های مقابله با رنج را صحبت کنیم حتما برنامه رزی کنیم. هفته دیگه بیننده برنامه باشین هرچند که همه روزها باید بیننده برنامه روشنناک باشین سپاسگزار هستیم از حضور گرمتان موفق و پیروز باشیم. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم